بله، با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنین. سعید بهبانی هستم در این روز دوشنبه، دوشنبه خوب و دوشنبه متفاوت. امروز یه روز تاریخیه، روز 17 دی است، هفتم ژانویه 2019 است و به حال مثل هر دوشنبه در این ساعت همطور که روی صفحه میبینید، شما نازنینانی که از طریق تلفن ها، از طریق تلفن و یا رادیوهای مختلف پیگیر برنامه هستید، به عرضت میرسونم که گفتگو میکنیم با آقای علی اصغر سلیمی، فعال سیاسی، کارشناس اقتصاد. اجازه بده در همین مقدمه عرض ادب و احترام کنیم، خوش آمد بگیم. این اولین دوشنبه سال 2019 است که خوشحالیم که میتونیم در خدمت آقای سلیمی بزرگوار باشیم. عرض ادب دارم آقای سلیمی. سلام عرض میکنم به شما جناب بهبانی بسیار عزیز. مرحمت شما. سلام به بینندگان شما، به میهنگارانی که همراه شما هستند. امیدواریم که در سال آینده بخشی از این مشکلاتی که به هر حال سایت میهن در زمینهای تدارکاتی هست، مالی هست، واقعا به همت عزیزان بینندگان بتونه کمتر بشه، در کاهش بشه. امیدواریم. واقعا فشاره، خیلی مشکله. یعنی ما یه دو ماهی هست که خیلی تحت فشار مالی هستم و هی این ماه و ماه میکنیم، یه جا بالاخره این خفت ما رو میگیره، اینجوری نیست که بشه فرار کنی. و بالاخره مالیات سال گذشته بود و باید اینا رو پرداخت کنیم، یه بخشایش رو قسطی حالا دادیم، برای بایستی که تا فوریه کمپلتش رو پرداخت کنیم، وگرنه شامل جریمه سنگین میشه. امیدوارم که دوستان همت کنن ما رو از این مخمسه بیرون بکشن. عرضم به حضور شما، ما فقط نیست که مسئله داریم از نظر اقتصادی، اصلا نظام جمهوری اسلامی هم با معضل بزرگ اقتصاد مواجه است و بالاخره این ماجرای پولشویی رو با این تحولی که در اونجا صورت گرفت و امروز هم در خبرها بود، یعنی دیروز پریروز شنبه گفتن که این آقای ناطق نوری در جلسات مجمع شرکت نمی کنه. انتظار حتما این بوده که ناطق نوری که از پایه‌گذاران این نظام بوده و اونم مثل این بقیه از این آخوندهایی بود که واسه 10 تومن روزه حرکت میکرد میومد، و بارها گفتم که او در قزوین در منزل داوود خان در حقیقت گیلانی برای روزه که ایام محرم برگزار میشد، این می اومد اونجا روزه شبی 10 تومن بگیره روزه بخونه، و امروز از ارکان این نظام شده بود و انتظارش این بودش که او رو بکنن رئیس تشخیص مصلحت، ولی ظاهرا خامنه ای روی خوشی به اون نشون نداده. و برای اینکه خامنه ای به راستی از نظر معنا و سواد و اینها از همه اینا پایین تره، بنابراین تمایل نداره کسی که از خودش بالاتر ببینه. به همین دلیل این آقا رو بهش پست نداد و این آقا هم قرار کرده و در مجمع شرکت نمی کنه. ولی موضوع این بودش که این لایحه پولشویی رو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دعوایی که بین شورای نگهبان و مجلس وجود داشت این آقا حل کرد. گره از کارشون باز میشه آقای سلیمی، چی میبینی صحنه رو؟ به حضور شما عرض شد جناب بهبانی، این استفاده داخلی داره جناب بهبانی، یعنی اینها در زمینه پولشویی حتی بعضی از خودشون هم همین روزها این رو گفتند. اون چی که اینها تصوری که در واقع برداشتی که و حیطه عمل و میدانی که برای پولشویی تعریف میکنند به هیچ وجه نمیتونه در صحنه بین الملل و در تعامل با
کشورهای با اون استانداردهایی که تاکنون بارها در ایران صحبت شد، با اون استانداردها قابل اصلا خوانایی نیست. اینها به دلایل متعدد که این بحث شون امروز ما یک مقدار دیگه بحثای شاید دیگری مربوط به مسائل بحران اقتصادی، مسئله ارزی و تتمه باز صحبت پایانی شاید این دوره بودجه را داشته باشیم، نتونیم کامل به مسئله پولشویی برسیم. ولی در رابطه با سوالی که پرسشی که شما فرمودید، من بیشتر اعتقادم اینه که این استفاده داخلی داره و با توجه به اینکه فشارها به مراتب بیشتر شده و حتی شنیده میشه که اینها خودشون الان به دست پا افتادن یک کمی به مسئله مذاکره سیگنال هایی برای آمریکا و برای ترامپ میفرستند، نیروهای از اینا به هر حال به طور دست پاچه این جریان رو که مجمع تشخیص مصلحت در دور قبل باش توافق نداشت در یک چیزی سرهم بندی کردن، بدون اینکه اون تدارکات لازم رو و اون توافقهای لازم رو و اون آماده کردن ها رو و اون به اصطلاح پیش زمینه هایی رو که باید انجام میدادن. اگه خاطرتون باشه در حدود 6 ماه پیش که این بحث اوائل تابستان مطرح شده بود، صحبت از این بود که باید خیلی از چیزها رو تدارک ببینن و زمینه ها رو بسازن، فراهم کنن، گزارشات مالی خودشون رو بدن به بانک جهانی، زمینه ها رو فراهم کنن، پس از اون میتونن از یک لایحه حرف بزنن. اینها هیچ کدوم از این چیزها رو در تعامل با دنیا و تعامل با به هر حال بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک های خارجی دیگر نکردن، برای اینکه مخالف بودن به خوابنده بودن این بحث رو. به این ترتیب اگر هم شروعی باشه این ماه‌ها طول میکشه که بتونن در واقع اون استانداردهای اولیه رو فراهم کنن. آیا واقعا باز هم دوباره مثل اون دور قبل که گفته بودن که آقای علی خامنه‌ای موافق هست، مجلس موافقه، باز دوباره رفته توی مجمع تشخیص یک مانعی کارشکنی شد، آیا فردا یک کارشکنی دیگه نمیشه؟ ایده دیگه نمیام بگم که آمریکا و ترامپ دوباره این حرف زد ما باید فلان کار رو انجام بدیم. من که اصلا به هیچ وجه در این زمینه نه خوشبین هستم و نه فکر میکنم که این قدمی باشه که به هر حال بتونه زمینه استفاده در واقع در سطح بین‌المللی و تعامل خارجی داشته باشه. ولی به هر حال این نشون میده که حداقل پذیرفتند که فشار زیاد است. اعلام این یک جنبه فقط داره، اون هم این که به گونه‌ای تسلیم شدند. اونهایی که میگفتن ما قلدری میکردن، میگفتن که این علم الهدا دیگران، از نشان میده که فشارها داره بیشتر میشه. فقط از این زاویه میشه به هر حال بهش به گونه‌ای بهش توجه کرد. بله، ولی خیلی آشفته است درونشون. من تو برنامه آقای روحانی هم به این داستان اشاره کردم که آدم ندارن، یعنی این که یه آدمی 6 تا شغل داره، نه فقط از باب این که مثلا 6 تا حقوق بگیره، اون نیست مشکلش، مشکلش اینه که نفر نداره. این آقای میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی که رئیس سازمان خصوصی سازی شده، او هم از مقامش کنار رفته. اون آقای دکتر هاشمی که رئیس اداره وزیر بهداشت بود و وقتی که اومد پزشکا خیلی خوشحال بودن، گفتن که این بیاد اوضاع درست میشه، به خاطر اینکه اون مرد ثروتمندیه، او بیمارستان داره، درمونگاه داره، مطب داره، بنابراین به کار پزشکان میرسه. و دیدیم که او هم بر سر بودجه استعفا کرد، گفت آقا پول ما رو نمیده. خودشون معتقدن که این طرح بیمه درمان و سلامت رو که اون درست کرده، گفتن روحانی جز افتخارات کارنامه دوره اولش بودش که من این کار کردم، برجام رو درست کردم، این طرح سلامت رو هم بردم، ولی سر پول نتونستن بودجه لازم رو تأمین کنن. چیه ماجرا؟ بله، همچنان یکی از نمایندگان اهل سنت هم آقای فرید فرمند فکر کنم، او هم گفت من در سوگ پدرم اینقدر متاثر نبودم که چون در مجلس گریه کرد و به هر حال اینکه وضعیت کشور به حال اقتصاد کشور گریه کرد، گریست و گفت که وضعیت اونقدر تأسف‌بار و تأثیرانگیز است که
هیچ راهی برای برحال گریز نیست. استعفاها همونطور که شما اشاره کردید، این شکاف بودجه‌ای، برحال این رو به عنوان شکاف بودجه‌ای که در همین هفته های اخیر بحثاش شدت گرفت، همونطور که عرض کردیم جنبه های گوناگون اون رو، پر ریسک بودن اون رو، غیر شفاف بودن اون رو، با خطر و مشکلات دیگری که به هر حال همراه بود بودجه، انقلابی بودن بودجه رو که صحبت کردیم، همه اینها بحثایی هست که نگرانی های بودجه در واقع همون گونه که شما همواره وقتی که همین مؤسسه یک تلویزیون و یا سایت و یا یک مؤسسه به هر حال در حدی که کار تبلیغی رسانه‌ای میکنه، وقتی که از بودجه واقعا امکانات لازم رو حداقل ها رو نداره، با خطر مواجه میشه. امیدوارم که در مورد سایت میهن یاران بتونن این رو پشت سر بذارن، ولی در کشوری به بزرگی ایران که به هر حال هزاران دستگاه و مؤسسه و خود دولت و احزاب و سازمانهای گوناگون و فشار از خارج و این مسئله بسیار پیچیده است و این پیچیدگی ها دامن این رو گرفته و اینها رو به شدت گلوگاه اینها زیر فشار است. استعفاهات نه در سطح کابینه به خاطر شکاف بودجه ای، بلکه در سطح وزارتخانه ها، در سطح استانداری ها، در سطح حتی خب نمایندگان مجلس یه بحث دیگه ای داره. این نشون از همون بحرانی هست که در شما در فکر میکنم هفته های پیش هم در یکی از مصاحبه ها شما پرسش فرموده بودید که این استعفاهات ها کجا پیش خواهد رفت. خب من در اونجا هم ترک کرده بودم که این استعفاها تا پایان سال و تا پایان دوره روحانی همواره هم با او همراه خواهد بود و حتی این باز هم منتفی نیست که به سقوط خود دولت روحانی منجر بشه، چون میبینیم که چقدر دامنه این استعفاها گسترده شده، چون مردم برای اون کسان مدیران و فنسالارانی که بقایای شرف ایران دوستی، میهن دوستی، بقایای یک نوع شایستگی ها، تعهد هایی که درشون باشه، خب اینا در همه در رأس حکومت نیستند. اینها میبینن که با چه فاجعه ای رو هستند، باید به خانواده های خودشون دروغ بگن، به دوربری های خودشون. این رژیم خب اینا میبینن، همه دارن میگن این رژیم رفته نیست، همه اینها که نمیتونن فرار بکنن از کشور، که آبروی اینها، شرف اینها در گروه اینه، برحال به اینا خواهند گفت که زمانی که فاشیسم در آلمان مسلط بود، پس از اون سالها فنسالاران اینها که در دوران نازیسم و فاشیسم هیتلری کار کرده بودن، در نوشته ها در تاریخ اینجا هست، زیر فشار برحال مردم معمولی بودن، باید پاسخگو می بودن اونهایی که مونده بودن. این رژیم رفتنی است، ولی تمام این مدیران باید الان از شرف خودشون، از حیثیت خودشون، از اون یک مقدار دانش خودشون، اگر اقتصاددانن نه مثل این آقای سعید لیلاز که دوباره به عنوان یک فرد کارگزار سازندگی در دوران یک سری حرفای درستی رو میزد، او میدونه که داره تحریف میکنه. سعید لیلاز در پاسخ به نگرانی های آقای راخفر و احسان سلطانی که اون نامه رو داده بودند، به هر دلیلی میاد شروع میکنه به توجیه کردن، تحریف کردن. خب این اقتصاددان در دوره های حرفای درستی هم زد. امروز به خاطر اینکه دولت آقای روحانی در زیر فشار کامل قرار گرفته و مسئله کاملا رسیده به اینجایی که استعفاها جریان داره، ممکنه بیاد یک سری چیزا رو تحریف کنه، ولی فضای رسانه‌ای و مردم ایران یقه این تحریفگران رو هم خواهند گرفت. حیف که یک همچین اقتصاددانی بیاد اینطوری غلب کنه و دروغ بگه. بنابراین دامنه این مسائل استعفاها بسیار بسیار فراتر خواهد رفت و حتی در درون نیروهای نظامی هم این به هر حال استعفاها پیش خواهد رفت. اما اگه اجازه بدید ما به یک سری از ارقامی که در واقع بحثای بودجه‌ای دور قبل رو امشب من پیشنهاد بنده اینه که ما مسئله بودجه رو برای این دور، یک سری از مسائلی رو که در دور قبل به هر حال صحبت نکردیم رو به پایان ببریم، تا بعدا در بحث‌های دیگر در هفته‌های دیگر بتونیم، شاید دو هفته دیگر مثلا این رو دوباره بهش بپردازیم. حتما بفهمید سرپا گوشیم. من یک نکته ای که بسیار مهمه جا بهبانی برای توجه بینندگان عزیز، یک خبر بسیار مهمی هست که این از این لحاظ حائز اهمیته که در دو ماه اخیر بانک مرکزی سانسور و دیرکرد داره در ارائه بسیاری از گزارش‌های خودش
حالا نه به اینکه بیان آنالیز بکنن، تجزیه تحلیل بکنن آمار خودشون رو، اون رو که نمی کنن، ولی حتی گزارش و گزارش هایی که داشتن، کارکرت هایی رو که داشتن، ارقامی رو که در واقع در زمینه به هر حال تبعات این بودجه و یا مسائلی که مربوط به گزارشی که مربوط به کسری تراز بودجه در سال همین سال جاری که هست، بسیاری از این گزارش ها رو بدیر کرد. حتی در مورد نقدینگی کشور هم، نقدینگی امروز رو چندی پیش صحبت از این بود که 1669 هزار میلیارد تومان هست، ولی به هر حال به نظر میاد که امروز، یعنی اکنون، سر زده از 1700 هزار میلیارد تومان هم گذشته. دقت بفرمایید که ما صحبت از 1700 میلیارد تومان نمی کنیم، ما از 1700 هزار میلیارد تومان صحبت می کنیم، که بعد امشب هم راجع به این که 4-0 از جلوی ارقام بردارند، از پول ملی، از پول بردارند هم صحبت خواهیم کرد که عواقب اون چیست یا اینکه جنبه های اون چیست. اما اشاره‌ای که باید امروز بکنیم، در بودجه 98 گزارشی که تا کنون دادن در بودجه 98 و در مجلس برای این صحبت ها پیش رفت، یک امر بسیار، یک نکته مهمی هست که از همکنون میشه در خوشبینانه ترین حالت اون رو ارزیابی کرد. ارزیابی و صحبت های اینها به برآورد های اینها این هست که هزینه های دولت در سال 98 407 ممیز 7 هزار میلیارد تومان خواهد بود. چون ارقام فرار هستند، از یاد می روند. 407 ممیز 7 هزار میلیارد تومان هزینه هایی هست که برآورد کردن دولت در سال 98 خواهد داشت. در همین رابطه برآورد کردند که میزان درآمدهای دولت، میزان گوناگون درآمدهای مثل مالیات و درآمدهای سایر درآمدها و اون از به هر حال از فروش اوراق قرضه، مجموعاً برآورد کردند که 221,000 میلیارد تومان خواهد بود. از تفاوت، از به هر حال کسر و مینوس منها کردن 407 با 221، رقم 193,000 میلیارد تومان میماند. 193,000 میلیارد تومان کسری هست که در واقع اون چه که هزینه است و اون چه که عایدات هست بدون نفت. این 193,000 میلیارد تومان رو باید با فروش نفت بخشش رو تأمین بکنن، چون اون قسمتی که عرض کردم عایدات مالیاتی بود، اگر چنانچه کامل بتوانند اون رو اخذ بکنند، جمع بکنند، به اضافه سایر درآمدها 221 بود. از منهای این دو رقم ما به 193,000 میلیارد تومان میرسیم که میبایست با فروش نفت این میزان، این تفاوت جبران بشه. اما همونطوری که دفعه پیش هم عرض کردم، در خوشبینانه ترین حالت اگر بیشترین حجم نفت رو که اون گونه که برآورد کردن 1.5 میلیون بشکه در روز باشد و 54 دلار هم قیمت نفت باشد، عایدات نفت به 142 میلیارد هزار میلیارد تومان خواهد رسید. باز هم در عالی ترین شکل 193,000 میلیارد تومان باید می داشتند، ولی از فروش نفت 142,000 میلیارد تومان به دستشان خواهد رسید. در عالی ترین شکل. ما می دونیم که همین امروز هم نفت به زیر 1 میلیون بشکه رسیده. همین امروز در ماه‌های بعدی نفت بسیار بسیار کمتر خواهد شد و این فروش، یعنی 142,000 میلیارد تومان، به هیچ وجه تامین نخواهد شد. اینها از نظر اون پایه دلاری که 5,544 یا حتی 5,700 تومان هم برآورد بکنن، چون از فروش حجم نفت بسیار بسیار کمتر خواهد شد و امکان این هم هست که قیمت نفت کاهش پیدا کنه با این روندی که هست، ما به 142 میلیارد که هیچ، هزار میلیارد که هیچ، به زیر 100 هزار میلیارد تومان هم نخواهیم رسید. یعنی از اون 193 هزار میلیارد تومان نه تنها 142 هزار میلیارد تومان رو نخواهیم رسید، بلکه
بسیار هم کمتر از اون تفاوت قائم ماند. به این ترتیب اون چه که نمایندگان مجلس یا آقای قاضی زاده اون هاشمی یا دیگرانی که اقتصاددانهایی که مثل همین آقای راخفر یا کسانی که به هر حال دارن استعفاهایی میدن، اینها از این ارقام خبر دارند، خبر دارند که در بودجه دولت به احتمال غریب به یقین ما حدود 80 90 یا 100 هزار میلیارد تومان ما کسری خواهیم داشت آیان سال دیگر. در عالی ترین شکل ما 80 تا 100 هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت. در همین ماه مهر، در پایان ماه مهر، برآوردی که از در 7 ماه از کسری بودجه در سال 97 کردند 40 هزار میلیارد تومان کسری است. هنوز 5 ماه بعد رو محاسبه نکردن. بدون احتساب 5 ماه بحرانی که 2 ماهش رو پشت سر گذاشتیم، به حدود 2 ماه و نیم رو پشت سر گذاشتیم، 2 ماه و نیم دیگر هم پیش روی ماست، تا پایان مهر برآورد کرده بودن که ما 40 هزار میلیارد تومان کسری بودجه 97 داریم. با احتساب این کسری بودجه که بعد هم در 3 ماه آینده باز هم بیشتر مشخص خواهد شد که چند هزار میلیارد تومان هست، و کسری بودجه که سال دیگر خواهیم داشت، این تأثیر رزونانس کننده، تشدید کننده بیشتری داره، خود کسری بودجه سال 97 بر کسری، چون اینها در واقع استقراض دولت رو نشان میده. هرچه دولت بیشتر مقروض باشه، هرچه بیشتر در واقع کسری اعتراض بودجه داشته باشه در سال کنونی، بیشتر زیر فشار استقراض خواهد رفت. در همین رابطه باید اشاره کنم که دولت ایران، این دولت امروز 565 هزار میلیارد تومان بدهی داره. همین امروز 565 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی، به نظام بانکی و صندوق بازنشستگی کشور داره. این ارقام بسیار بسیار مهمه. اون دوستانی که به هر حال در عالم سیاست فکر میکنن، نظر میدن، میخوان، یا اونهایی که فکر میکنن که این ارقام اقتصادی، مسائل اقتصادی در واقع مثلا به فرض ممکنه یک رفرمی صورت بگیره یا یک کاری صورت بگیره که دولت بتونه گریبان خودش رو به این راحتی با این سری رفرمای نمیدونم چند ماهه، 6 ماهه، 1 ساله، یا این بلوفایی که آقای علی خامنه‌ای میزنه یا روحانی، حسن روحانی میزنه، اون چه که سید علی خامنه‌ای ادعاهایی که داره و روحانی داره، اینها پوچ هست، اینها شتیاتی هست که در واقع با توجه به این ارقامی که دولتی که اینقدر مغروض هست، صندوق بازنشستگی که خالی شده، بانک هایی که فاسد هستند، بانک های خصوصی که در یک ماه مهر 8400 هزار میلیارد تومان نداشتند، صندوقشون به ته کشیده بود، از دولت استقراض کردند و این باعث شد که 60 هزار میلیارد تومان، چون سرعت در واقع ضریب فزایندگی در اون ضرب میشه، در اون 8400 هزار میلیارد تومان ضرب خواهد شد و 60 هزار میلیارد تومان باعث نقدینگی در کشور شدند. بانک‌های خصوصی فاسد و ورشکسته هستند. نظام بانکی همونطوری که آقای راخفر و آقای سلطانی میگه اونقدر فاسد و زیر فشار راندخاران هست، اونقدر سودهای سنگین پرداخت کرده، اونقدر سپردهای مردم و سودهایی که اینا باید بدن، حتی اگه کل دارایی هاشون رو بفروشند قادر نیستند که این سودها و اصل سرمایه رو پرداخت کنند. یعنی نظام بانکی ایران تا خرخره زیر غرس هست، زیر فشار هست، اون رو در واقع تهدید میکنه بر شکستگی. به این ترتیب خب بانک مرکزی هم که از فروش نفت و از دریافت مالیات ها نمیتونه، از فروش نفت که خزانه عایدات نفت به بانک مرکزی واریز میشه، خب خالی است. دولت هم که از دریافت مالیات ها در واقع ناکارآمد و ضعیف هست، چون جمع کردن اینها در سال 70، در سال 97 فقط 74 درصد درآمدهای مالیاتی رو جمع کردن و هر روز که میگذره از جمع کردن درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا خواهد کرد.
این در مالیات 153 هزار میلیارد تومان که در واقع برآورد کردن برای سال 98 امکان پذیر نیست. بنابراین این مجموعه را اگر ما در نظر بگیریم میبینیم که اقتصاد ایران با چه بحران همه جانبه‌ای به لحاظ زیر ساختای خودش، به لحاظ حالا دیگه نظام تولید و مسائل دیگر رو در قسمت‌های دیگر عرض خواهم کرد که صادرات واردات و نظام ارزی، نظام پولی با چه مشکلاتی روبرو خواهد شد. این ابعاد این بحران اقتصادی است جناب بهوانی که باید در ماه‌های آتی با مشکلات دیگری که اون رو قسمت بعد در حال عرض خواهم کرد. اما دروغ که پایه این حکومته، یعنی بنیانگذار این حکومت، گفت من دروغ گفتم بهتون، هرچی گفتم دروغ گفتم. بنابراین دروغ یه امر جاریه تو این مملکت. میگه که ایران بخشی از عواید نفتی خود را در هند سرمایه گذاری میکنه. اولا ایران لنگ عوایدشه، یعنی اینکه همونطور که شما به درستی اشاره کردی برای فروش نفتش مشکل داره. ظاهر اینه که عوایدش میره اونجا سرمایه گذاری، یعنی هندی ها مازه نیستن پول ایران رو پس بدن، نفتش رو میگیرن پولش رو نمیگیرن. چی میفهمیم از این داستان؟ چیکار دارن میکنن اینا؟ تا اونجایی که من در گذشته از شرکت نفت هند ارقامی خاطرم هست اگر اشتباه نکنم، اونها سه شریک بودن، دولت هند بود و یک شرکت دیگر بود و حدود 14% اون رو حدوداً چهار مدتی است که در سالهای پیش من این رقم رو خونده بودم، فکر میکنم حدود 14% از شرکت ملی نفت هند رو ایران سرمایه گذاری کرده بود. چون خب هند کشور نفت خیز نبوده به پالایشگاهاش و چون در منطقه بود به هر حال او در از گذشته ها هم با ایران مراودات نفتی داشت و کادرهای نفتی ایران، مهندسان ایران، مهندسان زبده‌ای بودند. به هر حال ایران یکی از پیشکسوت در واقع صادرات نفت در منطقه خاورمیانه است. با اون پیشرفتی که اقتصاد ایران در دهه‌های 40 و 50 داشت، ایران در این زمینه سرمایه گذاری کرده بود و بخشی از اون رو داشت. اما اون بحث به کنار که به هر حال یه بحثی بود که همواره در این سالها وجود داشت. همونطوری که شما الان اشاره فرمودید، ایران به هند باید نفت بفروشه که این رقم حدود 375 هزار بشکه تا جایی که خاطرم هست، ارقام رو الان جلوی من نیست ولی حدوداً خاطرم هست که اینطور بود، بیش از 350 هزار بود، 375 هزار بشکه در روز بود. این فروش رو پس از اینکه یا همراه با اینکه آمریکا محدودیت‌های زیادی برای بانک‌ها همین مسئله پولشویی فراهم کرده بود، دولت هند نمی‌تواند از طریق اورو پول اروپا و از طریق دلار به ایران پرداخت کنه. صحبت شد که از یا با روپیه و یا به شکل تهاتوری. البته چین بیشتر به شکل تهاتوری این کار رو می‌کنه، چون واردات چین به ایران به هر حال تقریباً یک چیزی است که کمی بیشتر از صادرات ایران به چین. اون حدود 8 میلیارد دلار هست در سال، این حدود 6 خورده میلیارد دلار باید باشه. ولی صادرات ایران به هند هم با اون واردات ایران از هند خیلی فاصله داره. به این ترتیب باید این رو در اونجا سرمایه گذاری کنه، یا اینکه این پولها برای مدت معینی در اونجا بلوکه بشن، یا اینکه باید به شکل روپیه پرداخت بشه. خب ما با روپیه به هر حال چه با کدوم کشورها دیگه میتونیم؟ اگر این پولها همه به روپیه به ایران پرداخت بشه، ما چیکار میتونیم بکنیم با روپیه در بازارهای جهانی؟ این خودش یک مشکل دیگه است که ما وقتی که صحبت میکنیم، وقتی که اینها بلوف میزنن میگن عایدات نفتی اینقدر دلار یا اینقدر یورو هست، در واقع اون روپیه رو هم برآورد میکنن به اورو و به دلار، اون رو هم در این عایدات نفتی حساب میکنن، در حالی که این غیر واقعی است، این غیر شفاف است. و این همون مشکلاتی است که این پول در اونجا، این در واقع بخش از سرمایه ملی ما یعنی فروش نفت، عایدات نفت در اونجا به گونه ای به طور واقعی بلوکه میشه، یا اینکه اونجا به هر حال مجبورن که اون رو سرمایه گذاری کنن.
سرمایه گذاری که ما اصلا نمیدونیم در چه دوره‌ای به چه ترتیب اینها غیر شفاف است و گفته نمیشه در محاسبات و در مسائل به هر حال بانکی بودجه ای ایران. ولی به هر حال این ادعا و این دروغ همونطوری که شما گفتین، این دروغ در واقع و این بلوف زدن ها در شرایطی است که عرض کردم اینها که جمع میشن بعدن اون ده ها هزار میلیارد تومان کسری بودجه احتساب محاسبه میشه. جناب بهبهانی، این بخشی از همون صحبت هست. بله خب معلومه که، ولی عاقبت این ماجرا رو چی میتونیم تصور کنیم؟ به کدام سمت میره وقتی که یه نظامی همه درآمدش از طریق نفت بوده، اقتصادش این گونه بوده؟ شما هم تو اون بخش سخنانت به مالیات اشاره کردین. نظام ایران یه نظامی بر مبنای مالیات نیست. مالیات یه درآمد اختصاصی دولته، جز عواید عمومیش نیست. عاقبتش رو چی میبینی وقتی نفت نتونه بفروشه؟ خب فروش نفت همونطور که عرض کردم، ایران هنوز اقتصاد ایران باید به طور واقعی برآورد بشه. یعنی ما با توجه به این که این ارقام رو بررسی میکنیم، به هیچ وجه به این معنا نیست که به فرض ما خودمون رو نمیتونیم با ونزوئلا کنونی، با زیمبابوه، با آرژانتین، با ترکیه سال 2005 هنوز نمیتونیم مقایسه کنیم. هنوز ایران چون یک اهل اقتصاد، علارغم این که همین بحران بزرگ کنونی رو میگه، این رو در مقایسه با سال پیش، دو سال پیش به هر حال انجام میده. اگه توجه بفرمایید، در سالی که ما 2.1 میلیون بشکه نفت فروختیم، یعنی در سال 95، ایران توانسته بود رشد اقتصادی خوبی رو بهش برسه. برای اینکه مسئله تعامل با دنیا، آقای اوباما بیش از 150 میلیارد دلار بلوکه شده رو در آمریکا، در اروپا، در جاهای گوناگون آزاد شده بودیم دلارها. و رشد اقتصادی ایران در سال 95 رشد قابل توجهی بود. ما به 3.5% رشد رسیدیم. یعنی رشد اقتصادی یا در واقع مؤلفه بزرگ تعیین کننده رشد اقتصادی تولید ناخالص ملی است. وقتی که تولید ناخالص ملی، البته در تولید ناخالص ملی بخش نفت هم درش قرار میگیره، بخش صنعت درش قرار میگیره، خدمات درش قرار میگیره، کشاورزی درش هست، به هر حال بخش‌های گوناگون، مسکن درش هست، اینها میانگین اینها برآورد میشه. بعد رشد اقتصادی در سال 95 این گونه بود. در سال 96 هم ادامه اون بود، ولی در سال 97 که امسال هست، به هر حال به رقم بسیار بسیار پایین. و بانک جهانی مطرح کرد که رشد اقتصادی در سال 2019 میلادی، چون ما سالهای میلادی رو در بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول باید برآورد کرده بود، که 3.5% است. من در صحبتی که فکر میکنم در با شما یا با یک سایت تلویزیون دیگه داشتم، همونجا عرض کردم که این رقم رقمی است کنزرواتیو، محافظه‌کارانه. این رشد، کاهش رشد اقتصادی به رقم 5.5 خواهد رسید یا به 6 خواهد رسید، به خاطر اینکه وقتی که عایدات اصلی و دولت نتواند این پول نفت رو وارد کنه، بودجه در زمینه های صنعت و خدمات و تجارت و جاهای دیگر لنگ خواهد شد، دچار مشکل و فلجی خواهد شد. و همراه با این نظام بانکی هم که قدرت نداره، تنها ما با نقدینگی به جنگ این خواهیم رفت که تولید ناخالص ملی رو رشد بدیم، و این غیر ممکن هست. وقتی که تولید ناخالص ملی و بخشای گوناگون اون سقوط بکنه، خب رشد اقتصادی که به هر حال از میانگین این رشد ها محاسبه میشه با کاهش همراه خواهد بود. و این اکنون خود برنامه بودجه و عده دیگر از اقتصاددان های ایران رقم 5.5 رو، منهای 5.5 رو برآورد میکنن. یعنی ما در سال 98 اون پرسشی که شما فرمودید که چه خواهد شد، رشد اقتصادی ایران به منهای 5.5 خواهد رسید.
اگر در سال 95 و یا 96 به مثبت رسیده بود، به هر حال به 3-3.5 رسیده بود و یا بعضی از سالها به 8% حتی رسیده بود در ایران، در سال 98 ما با کاهش فاحشی روبرو خواهیم بود. این تازه در شکل بسیار خوشبینانه است. ما ممکنه به مراتب هم بیشتر صعود کنیم. من در اشاره‌ای که به هر حال هفته پیش کرده بودم، ونزوئلا دو سه دور دوران این اقتصادهای نفتی مثل ایران، مثل ونزوئلا، اگر مدام این رو مقایسه میکنیم، نه با آرژانتین یا با زیمبابوه بلکه بیشتر با ونزوئلا مقایسه میکنم، وقتی که امروز تورم ونزوئلا 80,000% هست، 80,000%، و وقتی این رو بانک جهانی برآورد میکنه به صندوق بین المللی پول، اونها میگن که اقتصاد ونزوئلا در 2 سال اخیر 2.5 میلیون درصد اقتصاد ونزوئلا سقوط کرده. تورم این گونه است. در ایران الان همتی صحبت از برداشتن 4-0 از جلوی پول ملی میکنه. در ترکیه 2005 اینها 6-0 رو برداشتن. در آرژانتین 11-0 رو برداشتن. آره، ولی تفاوت، من که اقتصاد بلد نیستم، ولی خیلی تفاوت میکنه. در اونجا یک جامعه ایست که اقتصاد رو به صعود داره، زیر ساختا درسته، داره کار میکنه، کارخونه میچرخه، همه چیز سر جاشه. میشه یه لرزه هایی رو بهش آورد، ولی دوباره چون استخوص داره سر جاش ما میسته، ولی اینجا نمیدونه. همین بحث دقیقا همینجاست. ببینید، با برداشتن 4-0 ممکنه 1 دلار بشه 10 تومان، 11 تومان، ولی این 4-0 باعث میشه که این صفرها را در بعضی از کشورها برداشتند، ولی باعث شدند که بیشتر بحران ایجاد کردند. امروز بسیاری ها به آقای همتی میگن آقا برداشتن 4-0 یا 6-0 این یک فریب خود و ملت ایران هست، چون برداشت تصحیح نظام، اصلاح نظام بانکی با اصلاح پول به این شیوه، این یک دروغ دیگر هست. ایران با این اقداماتی که اینها دارن میکنن، نه نظام بانکی، نه نظام ارزی، نه پول ملی اصلاح خواهد شد. برعکس، وقتی که مثل زیمبابوه 25-0 رو از پول ملی خودش برداشتن، ولی هنوز که هنوزه اقتصاد زیمبابوه همچنان به تورم جنون آمیز، به هر حال ابر تورم جنون آمیز همراه است. در ایران امکان این که ما در سال آینده با یک ابر تورم کمرشکن روبرو بشیم بسیار بسیار زیاده، چون مسئله نفت در ایران مثل ونزوئلا همه چیز رو نابود خواهد کرد، زیر خواهد گرفت. ما باید به این توجه کنیم که ما مالیات 153,000 میلیارد تومانی داریم. ما فقط 27% بودجه کنونی ایران از عایدات نفته، اما اقتصاد ایران نفتی است. همین مالیاتی که حدود یک سوم، بیش از یک سوم عایدات بودجه را تامین میکنه، اگر چنانچه نفت وجود نداشته باشه، اگر نفت نتونه در ایران عایدات نفتی بیاد، ما قادر نخواهیم بود حتی نیمی از این مالیات رو بگیریم، چون اقتصاد ما نفت محور هست. به این دلیله که مالیات ما هم سقوط میکنه. یعنی رکن دوم مهم درآمدهای بودجه کشور هم سقوط خواهد کرد. بنابراین ما با خطر بسیار بسیار بزرگی روبرو هستیم، و این خطرات، این ریسک ها برای دولت در پیش روی اونهاست. اینها کاملا میدونن جناب بهبانی. این فشارها رو واقعا، این که ترامپ میگه بلوف نیست که ایران رجوع کرده میخواد مذاکره بکنه، اینها مجبورند که در ماها، در هفته های آینده از زیر با وساطت یک کشور منطقه‌ای یا اشخاصی از خودشون، یا حتی اگر به سقوط بکشن بخشی از نیروهایی که خودی نیستن، نیروهای سیاسی ایران، به اونها رجوع کنن. حالا من فکر میکنم رفتن سراغ طالبان، از طریق طالبان میخوان با آقای ترامپ مذاکره کنه. من فکر میکنم این رفت آمدا با طالبان برای اینه که
طالبان رو واسطه قرار بدن که با ترامپ گفتگو کنن. من اینجوری میبینم صحنه رو. هیچ کشوری حاضر نیست بین اینها رابط بشه، برای اینکه هیچ کس دیگه در دنیا به اینا اعتماد نمیکنه. اروپایی ها هرگز به اینا اعتماد نخواهند کرد چون گذشته. من اینجوری میبینم. تا شما به نظر میاد جان بهبانی اگر اینها به طرف طالبان رفتن یا مذاکراتی رو، چون سناریوهای سیاسی بر اساس این پیشبینی ها بر اساس این صحبت ها باید دید که وخامت اوضاع سیاسی چگونه است، بعد میشه به هر حال دید که چه سناریوهایی در انتظار ایران است. ببینید مرزهای غربی که اکنون میدونیم که به هر حال ناوگان آمریکا، مستشاران آمریکا به طرف مرزهای عراق نزدیک شدند، اونجا که به هر حال امن نیست. خود دولت عراق، مشکلاتی که ایران در عراق داشت پارسال، حمله به سفارت ایران، آمدن نزدیک شدن نیروهای آمریکا به اون منطقه. خب از اون طرف هم روسیه که ما میدونیم توی سوریه هم به این اجازه نمیده. روسیه اجازه به هر حال ایران رو نمیده که ایران بخواد به طرف شمال کشور در شرایطی که با بحران، با هجوم، با مبارزه 100,000 نفری خیابانی مردم ایران روبرو بشند، دولت ایران باید به طرف مرزهای شرقی بره، یعنی باید به طرف خراسان و اینها بره. و خراسان رو بحثایی هم که در هفته های پیش بود که اینها خراسان داره سپاه خودش رو جمع جور میکنه، به هر حال اینها باید طالبان رو اونجا داشته باشن، با اونها، با دولت افغانستان. سفر آقای شمخانی به افغانستان چه بحثایی رو اونجا پیش برده، در مرزهای افغانستان و در اون منطقه چه زدبندها، چه سازشهایی داره صورت میگیره که اگر وقوع یک زلزله بزرگ در ایران باشه اینها بکشن به طرف مرزهای شرقی کشور، چون به هر حال مرزهای جنوب کشور هم برای اینها امن نخواهد بود. هرچند مسائل به این راحتی هم نیست، ولی این صحبتهایی که الان خودشون دارن میکنن که ما در خیابانهای کشور، افرادی از درون خودشون میگن که در خیابانهای کشور میشه یک به هر حال حرکت گسترده اعتراضی مردم، ما در خیابانها نمیتونیم مقاومت کنیم. خب این واقعیت ایران هست. شما حساب کنید نه هزاران، نه ستا هزار گرسنه، میلیون ها گرسنه در ایران در ما در سال آینده. اینا میگن خب سه دهه که جامعه که وضعشون خوب اونها حذف میشه، برآورد کردن که این کسری 80 یا 100 هزار میلیارد تومانی رو باید از کجا تامین کنن. صحبتش اینه که باید برن روی یارانه انرژی، یعنی بنزین، یعنی گاز، یعنی اون چی که به نام انرژی هست، از اونجا سعی بکنن که، یا حتی صحبت این هست که اون 14 میلیارد دلار رو که برای مایحتاج اساسی تعریف کردن با دلار 4200 تومانی در بودجه آینده، صحبت اینه که اون مایحتاج اساسی رو دوباره تعریف بکنند. تعریف دوباره، باز تعریف اون، یعنی این که بخشی از این دلار سوبسیدی رو کم کنند. 14 میلیارد دلار برای مایحتاج اساسی میگن زیاد هست، باید اون رو کم کنند. وقتی اون رو کم بکنن، این باعث میشه که ریزش هرچه بیشتر نیروهای خودیشون، پرسنلشون، بازنشستگانشون، فشاری که به مردم و کارگران زحمتکشان میاد، و این که میگن از این طرف با 20% هزینه به هر حال شغل دستمزد رو اضافه کردن، از اون طرف با 30%، 40%، 50% تورم، خب مردم، میلیون ها مردم به خیابان ها بیاند. وقتی که این مردم ناراضی شدن، خیلی گرسنگان به خیابان ها سرازیر شدند، اون وقت چه چیزی به هر حال برای یک دوره برای این رژیم خواهد ماند؟ شاید این سناریویی که الان بحث هست بکشن به طرف خراسان، اون وقت یا باید به طرف غیر خودی هایی برند، یا مثل دوران پایان دوره شاه باید به جبهه ملی رجوع کنن، با آقای شاپور بختیار جدیدی رجوع کنن، از اونا بخواند که به اینا به هر حال به گونه ای بتونن از طریق یک نیروی غیر خودی یا نیروهای دیگر که با اینا حاضر هستن به گونه ای در یک دوره مذاکره بکنن، به اونا رجوع کنن. یا اینکه چون کسی دیگه وجود نداره، اصلاح طلبان که چهره نیستند، به هر حال جامعه ایران در سال آینده، در ماهای آینده با یک تحول بسیار بزرگ سیاسی روبرو خواهد بود، هیچ شکی در این نیست. چون استعفاها، اینها، توتالیتاریسم رژیم جمهوری اسلامی به یک باره خواهد شکست جان بهبانی.
این حرفا افسانه و قصه و اینها نیست. سرنوشت نظام های توتالیتر همینه. با این اوضاع اقتصادی، با این وضعیت بودجه، با این وضعیت خزانه، ورشکستگی خزانه، با این حد از فساد، رانت‌ها، با این حد از پول صادراتی که اونهایی که صادرات رو بردند میگن که آقا ما اگر الان پول دلار رو که در کشورهای دیگه داریم اگه اینا رو برگردونیم، چون دولت به ما میگه شما اینا رو به حساب هر دلار 8 تومن نیمایی باید برگردونید، نه کور خوندید، ما این کار رو نمی کنیم، ما میخواییم 1 دلار 11 تومن باشه برگردونیم. دولت به این سرمایه‌داران فشار میاره که آقا پول صادراتتون رو برگردونید، خزانه خالی است، اسکناس دلار وجود نداره، ارز وجود نداره در کشور، پولاتون رو برگردونید. اونا میگن نه، ما موقعی که تولید کردیم شما ارز نیمایی به ما ندادید، ما خودمون از بازار آزاد با 10,000 12,000 13,000 تومان تولید کردیم. امروز که اینا رو صادر کردیم، این خیلی نکته مهمی است جناب بهبانی، اونها میگن سرمایه‌دارانی که صادرات رو داشتند میگن ما اینها رو با ارز آزاد همون ماهایی که دولت میخواست با نرخ تسعیر ارز خزانه شو پر کنه، وضعیتی در ایران ایجاد کرده بود که یک سری از توریدها برای صادرات با نرخ آزاد صورت گرفت، با اون نرخ آزاد قیمت تمام شده کالا بالاتر بود، این صادر شد، این جنسا، این اجناس و توریدات، الان دولت میخواد به نرخ نیمایی ازشون بخره، اونها هم حاضر نیستن، اونها اونو گذاشتن اونجا، میخوان وارداتی رو با اون پول بخرند که بیارن دوباره در ایران به قیمت بازار آزاد دلار به تومان بفروشن. یعنی حاضر نیستن پول فروش اونها رو به ارز نیمایی هر دلار 8 تومان تعویض بدن. ببینید اقتصاد ایران، چرخه تولید ایران، چرخه صادرات و واردات ایران، چرخه نظام ارزی ایران با چه مشکلاتی روبرو است. این همون بحثی از اون چسبندگی قیمت هاست که یک دوری همون قیمت قبلی، قیمت تمام شده قبلی 3 ماه پیش که دلار سر به 14,000 تومان زده بود و همون محاسبه میشه. بنابراین اینها بحران هایی هستند که دولت خودش اینها را دامن زده و گریبان اون را گرفته، در نظام ارزی، در نظام صادرات، در نظام بانکی، در نظام واردات، در امر اشتغال، در همه سطوح ایران این مشکلات رو به هر حال همین دولت آقای روحانی که ادعا داشت که احمدی نژاد چنین و چنان کرده، تورم 30% داشته، دولت روحانی، آقای رئیسی می اومد چیکار میکرد که روحانی نکرد؟ چه فرقی میکرد با سیدعلی خامنه‌ای؟ چه فرقی میکرد؟ اونهایی که روحانی رو از چپرماها تا ملی مذهبیها تا کسانی که به هر حال روحانی رو آوردن گفتن رئیسی اگر باشه در ایران چنین و چنان میکنه، چی شد؟ 70% به در این 6 سال اخیر به نقدینگی کشور رو دولت روحانی پول ملی رو فاجعه بار نابودش کرد. تو پول ملی رو چیکار کرد که رئیسی نمی کرد؟ همه چیز زیر دست سیدعلی خامنه‌ای بود. امروز هم ما با سناریوهای سیاسی، با وضعیت وخامت بزرگ اجتماعی روبرو هستیم جناب بهبانی. ما با یک فشارهای گوناگون. آره، ولی من یه چیزی رو این وسط متوجه نمیشم و اون این بازی است که این با دلار میکنه. دیروز دلار نگاه میکردم روز شنبه حقیقتش 11,000 تومان بود، امروز 11,400 خورده ایه و خودشون دوباره دارن اعلام میکنن که این دلار رو به 20,000 تومان میرسونن. از یه طرفی دوباره گفتن که خودشون گفتن که این ما این کارو کردیم برای اینکه وضع پول خوب نبود، نیاز داشتیم دلار رو اینجوری ببریم بالا. خب این جز بی‌اعتمادی چی رو تولید میکنه؟ چه اتفاقی میفته و چرا این کارو میکنه؟ هنوز هم نفهمیدم. امکان دیگه اینا دارن جناب بهبانی. ببینید عزیز بزرگوارم، شما یعنی چی؟ یعنی امکان دیگه نره؟ یعنی صاف صاف تو چشت نگاه کنه بهت بگه داره دروغ گفتم بازم به دروغ میگه؟ من اصلا ببینید از نظر اقتصادی الان عرض میکنم یک بار دیگر. ببینید جناب، شما هنگامی که برآورد هزینه های شما رو به تومان میکنید و میگید که من 407 میلیارد تومان
هزینه دارن و اینقدر مالیات و 142 هزار میلیارد تومان باید درآمد نفتی داشته باشم. خب بعدن شما یک بار 20 میلیون دلار عایدات نفتی دارید، یک بار ممکنه 15 میلیون دلار در سال عایدات نفتی داشته باشید، چون نفت رو فروش نفت اگر 500 هزار بشکه در روز باشه شما به زیر 7-8 هزار میلیارد دلار میرسید. بعد باید همین دلارها رو از 8 میلیارد دلار 10 میلیارد دلار اگر شما به این رقم برسید در فروش نفت سالانه نفت، بعد باید 142 هزار میلیارد تومان رو تقسیم بر به فرض 10 میلیون دلار میلیارد دلار بکنید، اون وقت به رقم 11 هزار 10 هزار یا 14 هزار میرسید. یعنی یک دلار میشه 14 هزار تومان، چون رابطه تسعیر نرخ تسعیر ارزی بر مبنای دلار دریافت شده از جهان و هزینه برآورد شده از اون قسمتی که باید با درآمد نفتی تامین بشه تامین خواهد شد. تسعیر ارزی یعنی این، یعنی که ما اینقدر هزینه داریم و باید با فروش نفت تامین بشه، اینه تقسیم بکنیم به میزان عایدات نفتی. یک بار شما به یک دلار 14 هزار تومان میرسید، اگر چنانچه عایدات نفتیشون 22 میلیارد دلار باشه به رقم 7-8 دلار میرسید. این اینطوره. وقتی که شما از کجا میتونن بیارن، چطور میتونن اینها؟ به همین مبنا تورم تعیین میشه، بر همین مبنا یکی از پایه های اساسی دلار بودجه‌ای همین رابطه است که بین به هر حال هزینه های برآورد شده در بودجه و رقم دریافت درآمد های نفتی است. به این ترتیب رقم دلار رو ما تعیین نمی کنیم، جهان و تعامل با جهان با عایدات نفتی ما تعیین می کنه. اینه که اینها نمیتونن این تغییر بدن. به همین دلیل اینها میگن، چون اون فنسابرانی که اهل اقتصاد میدونن که چون درآمد های دولت هرچه بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد و با بحرانی که رژیم جلوی روی خودش داره در ماه‌های آینده، دوباره دلار به 20,000 میرسه. دلار از 20,000 هم بالاتر خواهد رفت. آقای بهبهانی، به مراتب بالاتر خواهد رفت، چون هیچ چیزی وجود نداره. اگر تعاملی با اگر نتوانند به گونه‌ای فروش نفت رو اونطوری که الان ترامپ طرف فشار میاره، اگر تعاملی با ترامپ نتوانند، اگر امتیازاتی رو که ترامپ میخواد، مسئله سلاح‌های لوجستیک، دوربرد استراتژیکی و و و اگه اینها رو نتونن، یعنی اگه دولت ایران شکست رو قبول نکنه در تعامل با آمریکا، اگر این ترامپ با توجه به بحران داخلیش بماند یا حتی اگر برود، اون قسمت دموکرات‌ها هم به هر حال سیاست دولت آمریکا اینه که ایران باید از سلاح‌های استراتژیکی دوربرد باید فاصله بگیره. چنانچه این همچنان ادامه پیدا کنه، به هر حال در این زمینه ایران بازنده است و شکست خواهد خورد. و این شکست محرز کاملا روشن آشکار شده که خود دولت ایران هم میدونه که با چه وضعیتی روبرو است. به هر حال اون سناریویی که اونها به طرف طالبان بروند، به طرف مرز افغانستان برند، یک دوره اونطوری بخواند، اگر چنانچه ایران به شکل به شکل یک قیام این رژیم نخواهد سقوط بکنه، یک قیام چند میلیونی اگر نخواهد سقوط بکند، در اون صورت باید بخشی از کشور مقاومت بکنه در برابر بخشای دیگر کشور. اونجا باید سدلی و یارانش برن در خراسان بشینند. من متوجه هستم که بایستی که در کنار اقتصاد مسئله اون صفحه بزرگتر رو نگاه کرد، روابط ایران در بین الملل رو دنبال کرد. اما از شما خواهش می‌کنم اجازه بدین این فیلم رو با هم ببینیم دوستان، و بعد برمیگردیم از جناب سلیمی پرسش خواهیم کرد. اجازه بدین رو با هم ببینیم. با سلام، امروز رفتم بازار، لوازم ضروری گرفتم برای خونه. تخم مرغ گرفتم 1 کیلو، 1.5 کیلو دوغ گرفتم، 1.5 کیلو شیر گرفتم، 8 تا
کیک گرفتم، 7 دونه گلابی گرفتم، ماست گرفتم، 2 بسته خرما گرفتم، 1 پوشک گرفتم، 1 شیر خشکم واسه بچم گرفتم. اینا چیزاییه که تو هر خونه لازم میشه. به پیغمبر قسم، به ناموسم قسم، اینا واسه ای من 248,000 تومان هزینه برداشته. همین پوشک برای بچم گرفتم 90,000 تومان. پوشک ایرانی براش میگیرم، پاش اذیت میکنه، پاش تاول میزنه. دکتر گفت پوشک پمپرز آلمانی بگیر. بچه من شیر طبیعی نمیخوره، شیر مادر نمیخوره. 1 دونه هم شیر خوش گرفتم به 35,000 تومان. آقای خامنه ای، آقای روحانی، من یک کارمندم، من یک کارمند قراردادیم، من فوق لیسانسم، بهترین دانشگاه ایران، دانشگاه شریف درس خوندم. خواهش ازتون میکنم، التماستون میکنم، به خاطر کلکل با آمریکا، به خاطر کلکل با اسرائیل، وضع مردم از این بدتر نکنید. التماستون میکنم. برای اولین بار رفتم مغازه، دست پام داشت میلرزید که پول اینا رو حساب کنم. التماستون میکنم، اگه به این دنیا و اون دنیا و آخرت اعتقاد دارید، دست از این کلکل بردارید. من نه دنبال اینم که حجاب آزاد بشه، نه با سیاست کار دارم، نه با چیز دیگه کار دارم، فقط این وضع گرانی رو خواهش میکنم درست کنید. التماستون میکنم درست کنید. خیلی از زندگی ها داره از هم دیگه میپاشه. منی که وقت ملاقات نمیتونم ازتون بگیرم، مجبورم گزارش رو برای گزارشگر من و تو بذارم که اونم شاید 4 نفر این گزارش رو ببینن. با تشکر از شبکه من و تو. به به میشنم فرمایش شما رو. خب من فکر میکنم که این تکان دهنده است، این وضع که ما شما واقعا یک گزارش تکان دهنده ای را آوردید. حالا شما ببینید که ما هنوز در آغاز این ورشکستگی هستیم. ما در آغاز یک ورشکستگیه که ما هنوز وارد ابرتورم نشدیم جناب احوان. ما هنوز بعد ابرتورم جنون آمیز ما نشدیم. ما با مشکلات بسیار بسیار بزرگ چالش آبی رو هستیم که اصلا هزینه تامین آب خودش تمام درآمد نفتی ما را خواهد بلید. ما با وضعیت بسیار سختی رو هستیم. اینها مسائلی است که این رژیم باید بسپارد و کنار برود. هرچه دیرتر به این مسئله برسه در هیچ جای دنیا هم جاش نیست، نه در دنیای غرب، نه در روسیه، نه در کشورهای شمالی ایران، در پاکستان و افغانستان که سرنوشتشون معلومه چه خواهم شد، تومه همون گورکایی مثل طالبان و اینا خواهم شد، اینا رو به گروگان میگیرن، پولهاشون رو در آمریکا ازشون خواهم گرفت. در استرالیا و در جاهای دیگر همین حساب. اینها باید به سر عقل بیان. حالا در ماهای آخر اینها در ماهای آخر در واقع یک سلطان شکر، یک سلطان سکه، یک سلطان لاستیک ماشین، یک سلطان، همه سلطان شدن. ادعی رو که خودشون پروراندند، رانتخاران بزرگ و سلطان بزرگ هم اونجا نشسته. ولی خب مشخصه که آینده اینها، ادعی در خوابند، ادعی در توهمند و ادعی هم میدونن که جز سرکوب هیچ راه دیگه ندارن. ولی با این همه ملت ایران به هر حال به این مقاومت خودش، اون چیزی که امروز وجود داره، هر ایرانی باید به این نقطه برسه و ما باید به این برسیم و انسانهای روشنفکر ما، انسانهای سیاسی که واقعا دل در گروه این میهن دارند، نه اونهایی که بیزنس میکنن 50 میلیون 50 میلیون میگیرن به حساب این ملت ایران، به حساب این فقر. رسانه‌هایی رو که باید در خدمت این بود رو فقط به تجمل و به یک بیزنس، به یک به هر حال تجارت تبدیل کردن، ولی متعهد نیستند. رسانه آزادی مثل میهن باید زیر فشار بماند. حرف انسان‌های آزاده را هم انعکاس نمیدن، هر جا که هست سانسور کردن به نفع خودشون، نه اونها. اونهایی که واقعا در میهن دوست هستن، مردم ایران رو دوست دارن، ملت خودشون رو دوست دارن، اینها باید واقعا یک بار دیگر همه متحد بشن. هزاران نفر ایرانی در خارج از کشور هستند. اینهایی که من واقعا سفر به ایران رو انتخاب نمی کنم، اون عزیزانی که به هر حال می رفتن، رفت آمد می کنن، باید بگذرن. در ایران ملت ایران این گونه دارن حرف می زنن. اون 7-8 میلیون خارج کشور باید ول کنن، باید اعتراض کنن، باید از همیهنان خودشون
از این انسانی که واقعا صداش میلرزه، گریه میکنه، شرف و ناموس خودش رو قسم میخوره، این ایرانیان خارج از کشور که ایران میرفتن میومدن، هنوز میرن، بعضی هاشون یارانه میگیرن، صدها هزار نفرشون میرن اینجا از امکانات خارج برخوردارن. متاسفم، من باید این انتقاد رو بکنم، میرن یارانه میگیرن میان در خارج خاموشند. هممیهنان عزیز، اونهایی که واقعا این درد رو بشنوید در کشورهای خارج کشور، در این دنیای آزاد از مردم ایران دفاع کنیم، از اونی که سیلی میخوره، شکنجه میشه، کارگر هست، زحمتکش هست، از این انسانی که به شرف و ناموس خودش قسم میخوره، بلند شیم واقعا. این پوست در واقع چرمگونه رو که از احساسات بعضن دور شده به یه مقدار یارانه فکر میکنه یا به یه سفر بعد سکوت در خارج فکر میکنه، فاصله بگیریم عزیزان. واقعا احساس چیز داشته باشیم، نشه مثل اون زمانی که فاشیزم به پایان رسیده بود، خانم هانا آرنت میومد اونجا گفت که ما پذیرفتیم فاشیزم رو، ملت آلمان پذیرفت فاشیزم رو و تن داد، به احساسات خودش رو هم عوض کرد. باید این احساسات برگرده، باید میهن یار باشیم، از ایرانیان، از میهنانمون، از ملتمون دفاع کنیم. در همین یکی دو سال اخیر وضعیت جامعه ایران فاجعه بار به لحاظ اقتصادی، باید بلند شیم. ما میتونیم هزاران نفر، نمیگم ده ها هزار نفر، هزاران نفر از ایرانیان خارج کشور میتونن به حرکت بیان و همه جا به هممیهنان خودشون کمک بکنن تا این وضع در داخل ایران واقعا به گونه عوض بشه. جناب بهبهانی. بله، متعهد به شرط که بشنوه، گوششو نگیره، بخواد که بشنوه. بذارید این رو وابذاریم به یه پرسش، و اونه که راجب همه چیز حرف میزنن، راجب گرانی در بخشای مختلف، اما مواد مخدر تو مملکت قیمتش ارزانتر میشه، چه رابطه ای وجود داره؟ تا حالا کسی در این مورد کار تحقیقی انجام داده؟ شما جایی برخورد کردید به این موضوع؟ به حضورتون، حقیقت قضیه این مسئله رو که خب شما الان پرسش میکنید، اگر خاطرتون باشه ما حدود دو هفته پیش به مسئله فروش به هر حال تریاک، قیمت جهانی تریاک، مسئله خشخاش و مسئله تریاک در افغانستان، در کشورهای دیگر به هر حال بهش پرداختیم و اینکه این قیمت ترانزیت چه وضعی ایجاد میکنه. واقعیت اینه که در جامعه هایی که به هر حال به گونه ای رژیم های سرکوبگر میخواند به هر حال ملتی رو سرکوب بکنند، این امر تاریخیه، این یک امر سیاسی، تاریخی و اجتماعی است که فروش در واقع مواد مخدر، مواد حالا اون زمان افیون بود، بعد ها همین تریاکی که امروز دیگه با انواع گوناگون مواد مخدر که شیمیایی هست، به هر حال این کار رو انجام میدن. وقتی که گزارش هایی که از خود دانشگاه تهران، همین آقای جلایی پور در پارسال، سالهای پیش، از مرگ سرد، از خودکشی ها، از دختران، از جوانانی که بسیاری هاشون تحصیل کرده بودن یا درس خونده دانشجو بودن، دانش آموز بودن، جوانانی بودن، و یا گزارش هایی که به لحاظ اجتماعی که حتی در بعضی از مدارس ایران بسیاری از جوانان زیر 15 سال، بین 15 تا 18 سال مواد به هر حال مشروبات مصرف می‌کردن، مشروبات الکلی مصرف می‌کردن. خب الان که به خاطر گرانی‌ها بخشی از این چیزها به هر حال مثل قبل در دسترس خیلی از جامعه قرار نمی‌گیره، ولی امر فروش مواد مخدر همواره حتی می‌تونه قیمتش، چون قیمت تولید اون، خریدش روی مزارع بسیار بسیار پایینه، وقتی صحبت 120 دلار هست، وقتی که اینها بخواند این رو به هر حال بفروشن، اگر اون چی که قیمتش رو میگفتن در بازارهای مسکو به فرض 125 هزار دلار هست، در تهران، در ایران میتونن با خیلی قیمتهای به هر حال از نظر خودشون مناسبتر، به هر حال این حد از فروش مواد مخدر باید فروش بره. اینها رو در بازارهای تهران، ایران میتونن بفروشن و به هر حال با یک میزانی اونهایی که مصرف میکنن، خب معتاد به این مواد هستن، جناب بهبهانی، باید اون رو باز هم تامین بکنن. حالا از چه هزینه هایی، از چه راه هایی، طبیعی است که فروشندگان اون کار خودشون رو خواهند کرد، حالا تا جایی که دیگه برای کشور به سقوط کامل برسه، این امر ادامه پیدا خواهد کرد، چون
این مسئله هم امری است اقتصادی، هم بخشی است برای در هم کوبیدن مقاومت مردم، فرهنگ مردم، پیش بردن در واقع امر سرکوب، تداوم و سرکوب هم رابطه داره. ابعاد سیاسی و روانی اون هست، ولی اصل اصلیش همون فروش منافع اقتصادی است که سپاه پاسداران ما به دستای از بیت رهبری در این جریان شریک هستند و خودشون جزء فاسدترین و به هر حال آلوده ترین مقامات این کشور هستند. اونقدر قسی القلب هستند، بیرحم هستند که در این فقط در ترانزیت مواد مخدر صدها نفر کشته و مجروح میشن و یا اونهایی رو که لو میرن یا اونهایی که خلاف میکنن میخوان به گونه خودشون سودهای خودشون رو ببرن، اونها رو هم میگیرن اعدام میکنن در زندان ها. اگر اعدام میکنن فروشندگان و مواد مخدر رو، نه به خاطر اینکه اونها مواد رو فروختن، تقسیم کردن مال شبکه‌های اینا رو، اونها کسایی هستن که تخطی کردن، اینها اونها رو گرفتن، سران اون باندها رو گرفتن که میخواستن مستقل عمل کنن، نه اینکه این شبکه عظیمی که در دست خودشون رو اونها رو احتیاج دارن. هر کی تخطی کرد اونها رو میگیرن، گوشمالی میدن، اعدام میکنن تا بقیه مرعوب بشن و فقط برای سپاه و برای بیت رهبری مواد مخدر رو بفروشن. در شبهای شعری که سید علی خامنه‌ای میشینه، به هر حال افیونشون رو زدن و روشنفکران و شاعران و افیونیشون میان براشون شعر میخونن، اون اراجیفی که به عنوان فرهنگ و شعر در اونجا تولید میکنن و بازخوانی میکنن، خب به هر حال این ماجرایی است که برای کوبیدن همون روان مردم، همون اسلام عزیزشون هست که به هر حال این اسلام عزیز یک پاش در مواد مخدر هست، یک پاش در همون تبلیغ به هر حال چاهای امام زمانشون هست که پول رو بگیرن، یک پاش در همون فرهنگ امام رضایشون هست که اون رو به هر حال اسلام رو این گونه به گونه کشیدن که هم دین رو و هم اخلاق رو نابود کردن در کشور ما. به هر حال این فاجعه است که در هم ریختن اعتقادات مردم، دین مردم، اخلاق مردم واقعا در این کشور پیش بردن. پس از اونها چه بر سر این دین و این اخلاق خواهد آمد؟ به هر حال این دیگه ماجرایی است مربوط به آینده. یا بخوان کاملا در مشهد جنده خونه وا کردن، در اونجا شیرکشونه وا کردن و با طالبان هم بر سر مواد و اینا دارن یه کنسرسیوم جهانی را میندازن. حالا که در اوپک، بله در اوپک بیرونشون کردن، بریم اون ور یه کنسرسیوم اون ور را بندازیم. اما همین مثلا شما فرض کنید موضوع ساده بوی گند در شهر تهران برداشت ده و اینا نمیگن که این بو بابت چیه، کجا خرابکاری شده و این همه راجبشون جوک میسازن، که میگه بوی تعفن دولته، که میگه بوی مغز ایناست. مردم همه اینا رو میگن، تنها کسی که حرف نمیزنه خود دستگاه حاکمه. اجازه بده این موضوعات رو کنار بذاریم، بریم به یک بخش پایانی، بریم برسیم به وضعیت این حکومت از منظر سیاسی، ببینیم که با تحولاتی که توی منطقه رخ داده است، شما هم اشاره میکنید، ولی یه جنگ واقعی بین ایران و اسرائیل در سوریه برقرار است و این آقای بولتون هم که به اونجا رفته فهم میکنه که دلایلش همین باشه. موضوع ترکیه و کردها من فهم میکنم یک پوششی است برای موضوع دیگری. میخوام از منظر سیاسی نظر شما رو بپرسم، ببینم که تحولات سیاسی رو چجوری تعریف میکنید شما؟ ببینید دینامیزم جنبش های سیاسی جا بهوانی در بررسی این جنبش های سیاسی و مردمی و اجتماعی در هر کشوری در دوره های گوناگون مؤلفه های مختلف رو بررسی میکنند. پایی ترین مؤلفه خود مردم هست، یعنی مردمند که درش سازمان های سیاسی به وجود میان، خودشون به وجود میارن، ولی مردم به شکل عامش. خب نظریه های طبقاتی به هر حال جنبش های سیاسی میاد میگه طبقه کارگر، طبقه خردبورژوازی، طبقه بورژوازی. نظریه های دیگر که فرا طبقاتی هست یک جور دیگر جامعه رو میبینن. اونها مثلا در همین ایران امروز میگن یک به هر حال یک سرمایه‌داری رانتخار کشور رو در دست خودش داره. از تولیدگرانی که حتی در طبقه سرمایه‌دار هستند
با این رانتخاری مخالفت میکنند تا اخشار متوسط جامعه که دورانی به هر حال اصلاح طلبان ادعای این رو داشتند که نمایندگان اخشار متوسط جامعه هستند و ما میدونیم که چگونه در واقع در زیر این چیز خیانت کردن به اخشار متوسط جامعه و مجذوب و ذوب ولایت شدن و اخشار متوسط رو ول کردن. پس از اینکه آقای موسوی در خسر و حبس رفت دیدیم که خاتمی و دیگران چه بر سر این اصلاح طلبان به پایگاه اجتماعی خودش آوردند. به لحاظ داخلی اگر بخوایم بررسی بکنیم، مردم ایران دارای نمایندگان در واقع مبارز، سازمانهای سیاسی نیرومند و جا افتاده به متشکلی نیستند. به لحاظ داخلی، از داخل من شروع می کنم، از خارج نمیام که به هر حال بگم مثل این 400 نفری که نامه می نویسند به آقای ترامپ که معجزه ای بشود، پولی از خارج بیاد، ادعی رو جمع بکنن، پول رو برن یک رسانه و یک تلویزیون را بندازن، بعد بدن به یک ادعی که برن براشون مبارزه بکنن، اونا هم در نیمه راه جیباشون رو پر بکنن و یک بار دیگر به ملت خیانت بکنن. من از خارج وارد مسائل ایران نمیشم. فکر میکنم هر تئوری، هر جنبش سیاسی، اونهایی که واقعا یک ذره اگر بخوان به میهنشون، به مردمشون واقعا علاقمند باشن، باید این شعور رو در خودشون، این امر رو واقعا در خودشون جا بندازن که اگر ملت ایران به پا نخیزد، اگر این مردم ایران که درش سرمایه‌دار هست، قشر متوسط هست، کارگر هست، همه اقشار جامعه هستن، اقلیت‌ها هستن، سنی هست، شیعه هست، زرتشتی هست، مسیحی و کلیمی و غیر و غیر، این ملت در عامل اصلی تغییر در جامعه است. پس از اینکه این ملت رو به شکل عمومی بررسی می‌کنیم که در وضعیت کنونی عرض کردم که سازمان‌های سیاسیشون متشکل نیستند، ما بعداً به امر تشکل‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، احزاب سیاسی می‌رسیم. احزاب سیاسی ایران در وضعیت کنونی با پایگاه اجتماعی خودشون نزدیک نشدند، به خاطر این استبداد، به خاطر این توتالیتاریسم، این دوتا الحاق پیدا نکردند به هم دیگر. یعنی مردم ایران، کارگران ایران، زحمتکشان ایران، اخشار متوسط ایران نمایندگان خودشون رو ندارن. عده‌ای از تعدادی از سازمان‌های مردم نهاد مثل این محیط زیستی ها، مثل طرفداران حقوق کودک در ایران، مثل طرفداران به هر حال بخشی از اشکال گوناگون سازمان‌های مردم نهاد و حقوق بشری در ایران کار کردن. اینها رو هم به گونه‌ای تا حد زیادی سرکوب کردن، اعدام کردن. اینها در جامعه ایران یک تشکلایی رو ایجاد کردن. بنابراین اگر مردم رو، سازمان‌های سیاسی رو، سازمان‌های مردم نهاد رو و در واقع رسانه‌های کشور رو در یک بررسی دینامیزم جنبش، امر پیشرفت در واقع یک جنبش انقلابی یا جنبش مردمی، جنبش سیاسی گسترده بخوایم بررسی می‌کنیم، ایران ما در یک وضعیتی است که ملت داره تصمیم‌گیری می‌کنه سازمان‌های سیاسی خودش رو تقویت بکنه، تشکل‌های سندیکایی و اتحادیه خودش رو تقویت بکنه. ما در این فاز هستیم، ما در فاز عبور هستیم، در فازی که دولت ایران هرچه ورشکسته‌تر و از لحاظ قدرت ضعیف‌تر و در معادلات به هر حال منطقه‌ای زیر فشار روسیه در سوریه که بهش اسرائیل به روسیه خبر میده پایگاه‌های ایران رو بمباران می‌کنه. روسیه ای که متحد ایران هست، متحد خارجی ایران هست، به ایران این خبر رو نمیتونه بده، یا نمیده، یا اینکه باید بهرحال از استقلال خودش، از فروش اسلحه خودش به اسرائیل و عربستان دنبال اون هست. چرا باید منافع فروش اسلحه و تسلیحات خودش رو با ایران تقسیم کنه؟ اگر یک بار اینو لو بده، فردا دیگه عربستان و اسرائیل متحد خرید اسلحه و تسلیحات روسیه نخواهند بود. بنابراین این متحد شمالی ماست. از اون برم که خب آمریکا شدیدترین فشار رو روی اینها گذاشته. به این ترتیب ایران به گفته خود به هر حال سیاستمداران نظامی امنیتی اینها کاملا منزوی است در خاورمیانه. ایران منزوی است. عرب علیه ایران هستند، اسرائیل علیه ایران هست، روسیه سکوت میکنه، ترکیه از نفوذ یک ایران نیرومند در حراس به هر حال دوری میکنه، دوری دوستی های ترکیه کاملا به نفع خود ترکیه. هر جا که لازم بود با روسیه نزدیک شد یا با اسرائیل نزدیک شد ترکیه. بنابراین
اون چه که برای ایران میمونه تنهایی است و ضمناً هزینه‌های سنگین که تا کنون با اون سیاست‌های عمق استراتژیکش پیش می‌خواست ببره. هزینه‌های سنگین اون چه که یکی از اینا این روزا اومد گفت روسیه 11,000 کلاهک اتمی داشت ولی در خیابان‌های روسیه قادر نبود مردم خودش رو سرکوب کنه. در سال 1980 در دهه 80 میلادی روسیه قدرت بزرگ ساتلیت داشت، نیروی نظامی داشت، نیروی امنیتی داشت، همه چیز داشت، نیروی اتمی داشت، ولی در خیابان‌های خودش به خاطر وضعیت اقتصادی خودش از پا در اومد، در آلمان شرقی از پا در اومد. ایران در لبنان و در سوریه که خب از الان مشخصه که دارن بمبارانش می‌کنن، در لبنان و در یمن و در اینها به زودی از پا در خواهد آمد. ایران در خیابان‌های تهران، نظام جمهوری اسلامی ایران در خیابان‌های تهران از پا در خواهد آمد. آقای بهوانی، و این مسئله ای هست که این ایران رژیم جمهوری اسلامی ایران که تنها شده و منزوی شده به هر حال داره با این تلاش‌های خودش، شاید آخرین تلاش‌های خودش رو، چون به لحاظ اقتصادی گفتیم امشب که چقدر جیبش خالی است و چه خطراتی او رو تهدید میکنه و چه کلاپس عمومی و چه وضعیتی از فروپاشی منتظر در واقع ساختارهای در اقتصادی اجتماعی ایران هست. من یک نکته دیگر، اگر قسمت تفسیر سیاسی برحال در این قسمت اگر شما اگر موردی نیست، میخواستم در صحبتهایی که برحال بیننده کرده بودند در اونجا دوستی یکی از بینندگان مطرح کرده بودم که گفته بشه یا جاوالی از من بپرسید که وضعیت ایران به لحاظ سپرده هایی که بعضی از همیهنان ما در بانک های ایران دارن، چون من اون زیرنویس رو خونده بودم، یه چنین چیزی رو یکی از دوستان بینندگان عزیز پرسیده بود. قبل از اینکه من به هر حال به عنوان یکی از اهالی اقتصاد اعتقاد ندارم که در امر میکرو اقتصاد کار اقتصاد خرد هست و اقتصاد کلان. بحثایی که ما عمدتاً با هم داشتیم اقتصاد خزانه است، اقتصاد کلان هست، اقتصاد بودجه هست. اما در امر رفتار در واقع مصرف کننده، رابطه مصرف کننده با بانک ها، خب مسائل زیادی مطرح میشه. من میبینم گاهگاهی از این سایت ها و تلویزیون ها و اینا به مردم رهنموت هایی میدن که این رهنموت ها به هر حال هیچ فردی که با اقتصاد آشنا هست، این رهنموت ها اگر بخوایم راحت خودمانی عرض بکنم، این رهنموت ها کیلویی است و قابلیت در واقع انطباق با وضعیت ایران نداره. یعنی کسانی که به هر حال اگر کسی در امر صرافی در تهران نشسته، میتونه در تهران برای یک روز دو روز یه چیزی رو بگه، ولی اینکه یک کسی اهل اقتصاد باشه بخواد برای مردم فرمول اینو بده که شما با مسکن این کارو کن، با دلارتون کارو کن، با ریالت این کارو کن، خب این به هر حال فریب هست واقعا و ایجاد توهم و شاید به یک گونه‌ای به هر حال کاری بسیار نادرست است. اما یه نکته رو میشه به هر حال گفت، سپر ریال در ایران، پول ملی در ایران سقوط خواهد کرد. سپردن پول ملی، پول در واقع سپرده های پولی به ریال در سالهای آینده، در ماهای آینده با کاهش فاحش قیمت ریال و تومان، پول ملی به شاید به یک چندم، یک دهم، یک بیستم قیمت خودش برسه. ما دور نیستیم از اون که این وضع به هر حال ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر خب کسانی که یک سپرده های دلاری دارن و درآمدهای جاریشون تامین نمیکنه زندگیشون رو، باید به هر حال دلارهاشون رو یا اویروهاشون رو به قیمت هایی که در بازار وقتی که مصرف شخصی دارن، باید به هر حال با همین 11,000 تومان در شرایط کنونی بفروشن. بنابراین همراه با اینکه تاکید میکنم که پول ملی کاهش ارزش خواهد پیدا خواهد کرد، ولی در بسیاری از موارد یک فردی که به هر حال در خارج نشسته
نمیتونه بگه دلارتو بفروش، سکه تو امروز بفروش، یا به هر حال فروختن کسی اگر وضعیت بودجه زندگیش اجازه میده، اگر بخواد طلا و دلارش رو بفروشه اشتباه کرده، چون دلار به هر حال در سقف پایین خودش هست، در حد پایین خودش هست. این که اینا میگن ما دلار رو میکشیم به 5000، 7000، 8000، این دروغی بیش نیست. و به همین ترتیب اگر عرض کردم اگر کسی واقعا درآمدهای جاریش نیازهایش رو جبران میکنه، بهتر اینه که دلار و سکه خودش رو نفروشه. نه، یه دوستی من تو همین آخر هفته دیدم که مهمانی داشت، از ایران اومده بود، اون تو کار همین ساختمون رو بساز و بفروش و این چیزها بود. میگفتش که پول ایرانی اصلا هیچی نیست، یعنی، و میگفت آقا کود انسانی ارزشش بیشتره، برای که اگه اونو داشته باشین نسبت قیمتش به فردا تغییر میکنه، یعنی کودی که هیچی نیست. و میگفتش که چون اون تو این کار بود و بالاخره ساخته اون میساخت، باید اون قسمت نمیدونم باغچه‌ش هم درست بکنه و فلان کنه و اینا، میگفت این وحشتناکه، هیچکس حرف منو باور نمیکنه، ولی واقعیت اینه که همه چیز در ایران با ارزشتره از همین اسکناس و نوت و سکه در ایران. بنابراین نمیدونم چه عاقبتی در پیش است، ولی اون چیزی که معلومه عاقبت خوشی رو من ز الهان جهان نمیشنوم. آقا بسیار ممنون و متشکرم از شما. اگر مطلب ویژه‌ای هست بفرمایید، و وگرنه که ما از شما خداحافظی کنیم تا هفته آینده. سپاسگزارم از شما، از توجه بینندگان عزیزم به هر حال بسیار خوشحال و امیدوارم که این ارقام خستشون نکرده باشه. نخه، ما هم از شما ممنون و متشکریم، و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر نیکوکارت، از شما تشکر میکنیم و برای شما آرزوی بهترین داریم تا فرصت دیگر و دوشنبه دیگر و ادامه این گفتگو. ممنون از شما جناب. سپاسگزارم یک بار دیگر. ممنون. وقت شما خوش. قربانش. بهار نازنین، شنیدیم فرمایشات جناب آقای علی اصغر خان سلیمی رو. امیدوارم که این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه ها مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن، یعنی mihantv.com رو به دوستانتون معرفی کنید، اپلیکیشن رو به اپ استور برید یا به همون گوگل پلی، در اندروید، در همین سیستم اپل، به هر اپلیکیشن رو یادتون باشه که حتما دانلود کنید، کمک میکنه و به هر کارساز است. به شبکه‌های اجتماعی مراجعه بکنید، حتما لایک کنید، شیر کنید لینک ها رو، و سابسکرایب یادتون نره، حتما در این شبکه ها عضو بشید که لینک ها سریع تر به دست شما برسن. بعدم همطور که عرض کردم، مسئله مالی دغدغه ماست، اگر میتوانی یاری رسان باش نزنید. ممنونم ازت، متشکرم.